سلام خدا سلام و عرض ادب خدمت همه فراگیران از سایت فرادرس در خدمت شما گرامیان هستیم با دوره آموزش نحوه صفحه بندی مطالب در دات نت 6 به سه روش مختلف خب من ابتدا برای این فصل از آموزش میخوام بیام و روش ساده صفحه بندی مطالب رو پیاده سازی بکنم ابتدا بیام و یک پروژه ایجاد بکنم در دات نت 6 از پنجره باز شده من میام و بخش مربوط به ASP Core رو انتخاب میکنم و میرم مرحله بعد یک نام برای پروژه میام و اینجا یک نام انتخاب میکنم مثلا نام رو میگذارم بخش پیج List برای نت 6 مسیر خود مسیر فراد از نت 6 پیج باشه و چیز دیگه رو اینجا نمیخوام میرم به مرحله بعد توی مرحله بعد میپرسه که نسخه دات نت کدوم باشه که همون 6 قرار میدم و هیچ تغییری رو توی این بخش ها من نیاز ندارم ایجاد پروژه رو میزنم تا یک پروژه جدید در دات نت 6 برای من ایجاد بشه من یک توضیح کوتاه بدم در مورد صفحه بندی ببینید مطالب گسترده روی صفحات وب ایجاد میشه شما سرچ گوگل رو دیدید وقتی که سرچ انجام میدید توی جستجوها یک محدوده داره مثلا 25 تا 30 تا وبسایت مطرح اول رو میاد نمایش میده ما بقیش میره توی صفحات بعدی شما هر صفحه ای رو که باز بکنید نهایتا 25 تا 30 تا میاد مثلا از این لینک های صفحات سایت های جستجو رو به شما نمایش میده کاری که انجام میدیم هم همینه ما باید بیایم صفحه بندی روی کل مطالب داشته باشیم مطالب زیاد روی صفحات وبسایت ما وقتی که یک سایت رو طراحی بکنیم توی هر صفحهش ممکنه داده هامون زیاد باشه مثلا یک سایت خبری داریم خب بخش نمایش اخبار ممکن روزانه ده 15 تا 20 تا خبر بیاد روی این سایت نمایش داده بشه خب باید این نمایش ها رو مدیریت بکنیم باید بیم اینها رو تکه تکه بکنیم بخش بخششون بکنیم تعدادشون رو و بعد به نمایش بگذاریم این کار ما توی صفحات وب اصطلاحا بهش میگیم صفحه بندی حالا ما میخوایم ببینیم توی دات نت 6 چگونه میتونیم این صفحه بندی رو بیایم پیاده سازی بکنیم اولین روشی که من میخوام بیام پیاده سازی بکنم برای صفحه بندی روش ساده و دستی هست اصطلاحاً خودمون میخوایم بیایم و طراحیش بکنیم هر بخشیش رو خودمون کد نویسی میکنیم اینها رو کنار همدیگه قرار میدیم و ازش یک خروجی میگیریم ببینیم چه اتفاقی میافته. من ابتدا باید بیام یک کلاسی رو بسازم که بتونم یک سری الگوریتم داخلش تعریف بکنم و بگم که اگر داده ها رو اومدی دریافت کردی به صورت لیست اینها رو با یه تکنیکی آقا بخش بخششون کن مثلا ده تا ده تا بیستا بیستا کنار هم دیگه بیا اینها رو قرار بده و به کاربرم همین جوری که من بهت میگم مثلا ده تا ده تا بیا بهش نمایش بده خب اینو باید به صورت یک الگوریتم بیایم پیاده سازی بکنیم من میرم توی مدلز حالا هر جایی میتونید این رو پیاده سازی بکنید دقت داشته باشید توی مادلز میخواید پیاده بکنید میخواید توی یک کتابخانه هر جا که دوست دارید مهم نیست مهم اینه که پیاده سازی بشه با زبان سی شا. من یک کلاس جدید ایجاد میکنم توی مادلز نامش رو میام و اینجا حالا نام این کلاس رو اصطلاحا میگذارم پیجنیتید لیست که قرار بیاد عملیات لیست رو روش پیاده سازی بکنیم و این لیست رو ما پیج بندیش بکنیم صفحه بندیش بکنیم نام این قسمت رو انتخاب میکنیم و اینتر رو میزنم کلاس ساخته بشه برای من تا بتونم عملیاتم رو آغاز کنم البته اینجا یک دی هم باید اضافه بشه بگذارید من نام این کلاس رو همین اول کار اصلاحش کنم که مشکل ساز نشه توی خود فلیشن هم میام و این نام رو اصلاحش میکنم اینجا میام و این مورد رو هم جای میکنم خب اوکی مشکل نداره از نوع پابلیک هم تعریف شده و کلاس فقط یه نکته ای من یک ورودی به این معرفی میکنم از نوع تیبل تی بزرگ میگم مقدار تیبلی به تو ارسال میشه و مشتق میشه از لیست قراره بهش لیست ارسال بشه دیگه که این لیست هم ورودیش از نوع تیبل هست این مرحله اول توی مرحله بعدی من با دو تا آیتم باید کار بکنم توی همه مراحل یعنی هر سه نوع پیاده سازی این دو آیتم رو ما داریم چیه؟ یکی پیج ایندکس اون صفحه شاخص یا صفحه‌ای که در حال حاضر داخلش هست و یکی هم توتال پیج هست جمع کل داده ها برای صفحه بندی ببینید مثلا من اگر 100 تا داده داشته باشم داخل این لیستم اگر بگم 20 تا 20 تا اینها رو صفحه بندی کن در مجموع 5 صفحه دارم پس داده های ورودی اون 100 تا آیتم بخش بخش کردنشون مثلا بیسا این اینها رو بخش بکنیم میشه اون حالت سایز و جمع کل صفحات و صفحه شاخصی که الان داخلش هستی من میام این دو تا آیتم رو پیاده سازی میکنم میگم از نوع عمومی و اینتیجر هست با عنوان پیج ایندکس خودش هم پیشنهاد میده اینجا من میام میپذیرم تبرو که بزنم انتخاب میشه فقط یه نکته ای من میخواستم مقدار ست رو بیام خصوصی بکنم ولی نیازه نیست میذاریم روی همین حالت باشه مقدار بعدی رو از نوع اینت خب این خودش پیشنهاد میده کان مشکل نداره شما میتونید بیاد کانت انتخاب بکنید ولی من میگذارم مقدارش رو بخش توتال تعریف میکنم توتال کانت یا توتال پیج میتونید بیاید تعریف بکنید برای این قسمت حالا اینجا پیج هم بذاریم هیچ مشکلی نداره میبینید که نام ها رو خودش پیشنهاد میده چون اومدیم از ویژگی پیجینیت لیست استفاده کردیم خودش اومد این رو تشخیص داد که ما قرار چه کلاسی رو بیایم پیاده سازی بکن. خب این دوتا آیتمی که گفتم بهشون نیاز داریم من یک متد عمومی رو میخوام بیام تعریف بکنم که ورودی هام رو بفرستم بهش و بتونم اون ورودی ها رو روش یک الگوریتم پیاده سازی بکنم این متد رو هم میام اسمش رو میگذارم همون حالت پیجنیتید لیست میام اینجا انتخاب میکنم این مورد و میگم پرانتز باز و بسته خب گفتیم که مقدار چی داشته باشه تی که از نوع لیست هم مشتق میشه پس باید بهش یک لیست معرفی بکنیم ورودیش از نوع تی هست این تا اینجا این نوع ورودیه چه چیزهایی رو میخوام بهش ارسال بکنم ببینید من یکی خود لیست رو دارم خب یک نام به ای بدم آیتمز این هست. این. این میشه لیست من در کنار این لیست من باید بگم چه تعدادی رو داری تعداد کل این لیست چه تعداده و از چه صفحه شروع بکن برا نمایش و چه تعداد صفحه رو میتونی بساز پس سه تا پارامتر بهش ارسال میکنه یکیش رو به عنوان کانت تعریف میکنم همه از نوع اینتیجر فعلا میگیرم یکی رو به عنوان پیج ایندکس معرفی میکنم و آخرین مورد رو از نوع اینتیجر برای این حالت میام و پیج سایز در نظر میگیرم اوکی این سه تا موارد تنظیمات و یکی هم لیست به این بخش ارسال شد میان پایین آکولاد رو بازو بسته خب چیکار کنیم توی این لیست توی این لیست قرار یک عملیات ریاضی انجام بشه ببینید من ابتدا باید برای شما مثال بزنم که متوجه بشید دقیقا الگوریتم میخواد چه کاری انجام بده تا بتونم کد نویسیش بکنم میام اینجا هم اینجا به صورت کامنت برای شما از آن توضیح میدم شما فرض کنید یک چنین لیستی دارید یک دو سه چهار مثلا ده بیست و دو بیست و پنج و پنج دوازده سی و پنج خب دو چهار شیش هشت ده مورد درسته من ده تا ورودی تو داخل این لیستم دارم داخل این لیستم ده تا دا ورودی دارم ولی نمیخوام این ده داره توی یک لیست توی یک صفحه به کاربر نمایش بدم میخوام بگم آقا توی هر صفحه دو تا از این آیتم های لیست رو بیا نمایش بده یک عملیات ساده ریاضی من ده تا ورودی دارم تقسیمش میکنم بر چند تا گفتم توی هر صفحه دو تا ده رو تقسیم بر دو بکنم خروجش میشه پنج یعنی چی؟ یعنی من پنج صفحه خواهم داشت که داخل هر صفحه دو تا آیتم نمایش میده این تا اینجا اوکیه حالا یه مفهوم اینجا مطرح میشه اگر من اومدم و گفتم ده تا دا ورودی دارم توی هر صفحه میخوام سه تا نمایش بدم چه اتفاقی میفته عدد من اعشاری میشه میشه سه و خورده سه ممیز سه به این صورت میشه خب آیا من میتونم بگم مثلا سه صفحه و نصفی؟ خب نه اصلا یه چیز خندداریه دیگه باید بیایم اینو رندش بکنیم و بگیم آقا یا سه صفحه داشته باش یا چهار صفحه داشته باش عدد صحیح برگردون به من پس نمیتونم اعشار داشته باشم منطقا این هست که شما به سمت بالا این رو گردش بکنید نمیتونید که بگید آقا مثلا توی صفحه اول این ستاره رو نمایش بده بعد این ستاره رو نمایش بده بعد این ستا نمایش بده آخری هم هیچی نه این غیر منطقیه شما باید بگید این ستا توی یه صفحه این ستا هم توی یک صفحه این ستا هم توی یک صفحه این هم تک بمونه توی صفحه آخر تک میمونه اگر داده جدید به این لیست اضافه شد خب میاد میشینه کنار این عدد 35 که آخرین صفحه داره نمایش داده میشه اگر این ورودی ها بیشتر از سه تا دوباره بود میشه چی؟ صفحه بعدی دوباره ایجاد میشه پس شما اینجا باید بگید چهار بگید چهار صفحه دارم که ببینید یک دو سه و آخرین صفحه یه دونه فعلا داخلشه نمیتونیم به سمت پایین گرد کنیم به سمت بالا گرد میکنیم خب این تا اینجا اوکی شد مفهوم رو درک کردیم ما میخوایم بیایم چنین صفحه ای رو بسازیم که آقا توی هر صفحه سه تا سه تا از این آیتم های لیستم بیاد به من نمایش بده حالا دیگه من یه عدد زوج گفتم یه عدد فرد که ببینید اگه عدد فرد بود چه اتفاق میفته حالا با استفاده از است. الگوریتم های سی و تابه‌ها و کلاس که وجود داره من میخوام بیام استفاده کنم یک دو تا تابه دو تا تابه ما باید حتما استفاده بکنیم اینکه من بگم آقا این ستا بشه صفحه اول این ستا بشه صفحه دوم این ستا بشه صفحه سوم این تکیم صفحه, صفحه چهارم چگونه باید این رو بفهمونم به سیستمم با استفاده از یک تابعی به نام تک و اسکیپ این اتفاق خواهد افتاد که در ادامه این رو توضیح خواهم داد تابعی تک چکار کار میکنه؟ از اسمش مشخصه دریافت میکنه میگیره اسکیپ هم که رها میکنه جا میندازه این دوتا تابع وقتی که کنار همدیگه قرار بگیرن میتونیم مفهوم گرفتن در صفحه تعدادی که نیاز توی صفحه باشه رو مشخص کنیم و تعدادی که نباشه رو هم مشخص کنیم چگونه؟ شما ببینید مثال ابتدا بالا سر این من بیام کامنت بزنم خب ببینید این تک این هم خب میام میگم که آقا اول هیچی رو رها نکن یعنی از همین اول آرایه دریافت کن وقتی میگیم هیچی رو رها نکن یعنی از اول کار شروع کن چون با ایندکس کار میکنه و تک کن من میگم آقا توی هر صفحه میخوام سه تا باشه دیگه پس این رو میگم اول سه تا بگیر هیچی رو رها نکن درسته خب چه اتفاق میفته وقتی میگیم هیچی رو رها نکن یعنی از اینجا شروع کن گفت سه تا رو بگیر این سه تا اینا میره توی یک صفحه صفحه بعدی رو میخوام بیام معرفی بکنم میگم دوباره سه رو بگیر ولی این بار سه رو رها کن یعنی چی؟ وقتی میگه سه تا رو بگیر که خب هیچ مشخصه تعداد در صفحه وقتی میگه که سه رو رها کن یعنی این که صفر یک دو اینجا رها میکنه سه مورد رو ایندکساشو میاد پیدا میکنه رها میکنه اینا رفته توی صفحه هم توی صفحه دوم هستیم وقتی میگه ستاره رو رها کن یعنی این سه مورد رو نادیده بگیر از اینجا شروع کن از اینجا شروع میکنه ستای بعدی رو میاد دریافت میکنه خب این هم شد صفحه دوم قاعدتا صفحه سوم باید چه اتفاقی بیفته باید بگیم ستا رو بگیر و شش تا رو رها کن دیگه تا با ستای قبلی جمع میشه یک دو سه چهار پنج شش تای قبلی رها میشه که توی دو صفحه قبلی هستن این تا اینجا درست و ستای بعدی رو میاد دریافت میکنه میرسه به صفحه آخر میگه ستا رو بگیر و این بار نه تا رو رها کن جمع قبلی ها با هم که اینجا اتفاق بیفته عدد نه رو برمیگردونه از اینجا تا اینجا رها میشه نه تا و میگه خب سه رو بگیر اینجا وقتی میاد میبینه یکیه نمیاد خطا بده میگیره این براش مهم نیست خواد یکی باشه دوتا باشه یا هر سه تا کامل باشه چون گفته بیا بگیر میاد اینجا میخونه و دریافت میکنه حالا میخواد گفتم یک دو یا سه تا کامل باشه پس صفحه بعدی هم مشخص میشه به همین ترتیب این حلقه رو تکرار میکنه یعنی مثلا اگر اینجا دوباره این اعداد اضافه شد خب چه اتفاق میفته؟ به همین ترتیب بعدش میشه دوباره ستا رو بگیر این بار دوازده تا رو رها کن ستا رو بگیر این بار پانزده تا رو رها کن به همین ترتیب ستاهای قبلی رو با هم جمع میکنه تا بدونه در کدام قسمت هست از همونجا ایندکس رو شروع میکنه سه مقدار سفر رو میاد دریافت میکنه خب حالا همین رو باید به زبان سی شارپ بیام اینجا بنویسیم و پیاده سازی بکنیم من ورودی هام رو دارم دیگه این بالا items, count, page index و page size میام اینجا توی این قسمت ابتدا میگم که من پیج ایندکس رو باید بیام با مقدار پیج ایندکس فراخانی بکنم و مقداردهی دهی بود این پیج ایندکس کدومه؟ دقت داشته باشی؟ این پیج ایندکس مقدار ورودیه من این بالایی رو میخوام پس باید بیام اینجا یه تغییر بدم این رو با حروف بزرگ بنویسم که متوجه بشه من اون بالایی رو دارم صدا میزنم خب این متدی که این بالا تعریف کردیم رو فراخوانی کنیم با این مقدار ورودی میایم پرش میکنیم مورد بعدی توتال هست توتال page مستقیما نمیتونم بگم page سایز چرا چون همین اتفاقی که اینجا گفتم ممکنه رخ بده ممکنه عدد زوج نباشه ممکنه عدد فرد باشه ممکنه تعداد ورودی ها و خروجی ها با همدیگه مطابقت نداشته باشه یکی کم بیاد یکی زیاد بیاد دیدید که چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده باید با یک ترفند ریاضی بیایم اینجا مدیریت بکنیم من ابتدا میگم یک پرانتز رو باز و بسته کن یک اینتیجر تعریف کن ولی نه مستقیما پیج سایف میگم از توابع ریاضی مف استفاده کن و قابلیت فیلینگ رو فراهم بکن برای اینکه بتونم اینجا مقدار کانت که دارم رو بخونم تقسیم بر پیج سایز کنم پیج سایز گفتم ممکنه چی باشه از نوع اعشار باشه پس اینجا یک پرانتز باز بسته میکنم و بهش میگم که این از نوع اعشار ممکنه باشه و وقتی که عدد اعشار اومد شما این رو یه زحمتی میکشی گردش میکنی به سمت بالا و این حالتی که اینجا داریم ده تقسیم بر سه اگه اتفاق افتاد اگر اینجا شد ده تقسیم بر سه شد شد عدد سه ممیز سه یه زحمت اینجا میکشه این تابه این رو به سمت بالا رندش میکنه خب این هم عملیات ریاضی ما تا اینجا اومدیم و گفتیم که صفحه شاخصمون مشخصه مقدار کل ورودیمون و تعداد صفحاتش هم مشخصه میام و اشاره میکنم به همین مقدار صفحه میگم هرچی توی این صفحه هست بیا و اینها رو ادشون کن به صورت یک رنج و مقدار آیتمز رو بهش ارسال بکن اون مقدار لیست من هست در اصل خب اینجا عملیات صفه بندی اتفاق میفته من حالا باید بیام یک سری تنظیمات هم پیاده سازی بکنم که میام پایین برای این قسمت اینجا میام و میگم که من باید صفحه اول و صفحه آخرم رو تشخیص بدم تا بتونم بگم یا صفحات رو برو جلو یا صفحات رو برگرد عقب دیدید مثلا روی صفحات کلیک میکنیم میگیم صفحه یک، صفحه دو، صفحه سه، صفحه چهار یا میتونیم با یک حالت مثلا آیکونی بیایم نمایش بدیم روش هر با که کلیک رو بزنیم همونجا ثابت صفحات میره بعدی یا برمیگرده به قبلی میخوایم یه چنین حالتی رو بیام فراهم کنیم یه متد عمومی از نوع بولین میام تعریف میکنم عنوانش رو میگذارم has previous اوکی پیج چون میخوام بگم که صفحه قبلی رو بیا نمایش بده این متد چیکار میکنه؟ یه حالت گست داره باید بیاد دریافت بکنه یه حالت خروجی هم داره من میام اشاره میکنم ببینید خودش داره تونتون پیشنهاد میده درستم هست این پیشنهاد فقط یه نکته ای داره من توی صفحات صفحه صفر دارم نه ببینید از صفحه یک ما شروع میکنیم همیشه دیگه صفحه صفر وجود نداره پس یه زحمتی میکشیم این قسمت رو تبدیلش میکنیم به صفحه یک میگیم این صفحه باید از صفحه یک شروع بشه این تا اینجا تمام حالا همین حالت برای صفحه بعدی باید اتفاق بیفته میام زیر این قسمت ببینید خودش دقیقا پیشنهادش رو داد have next page درسته؟ میام اینجا کلات بازو بسته میکنم و حالت گت رو داخلش فراخانی میکنم خب توی حالت گت باید بیایم چیکار کنیم بگیم مثل همون بالا بگیم خروجی بده به ما مقدار مشخص پیج ایندکس که از مقدار مشخص توتال پیج باید کوچکتر باشه یعنی اگر جمع کل صفحاتتون پنج تا بود شما صفحه یک هستید پس میتونید برید صفحه دو اگر صفحه دو بودید میتونید برید صفحه سه چون انون از پنج کوچکتره میتونید برید صفحه چهار میتونید برید صفحه پنج ولی دیگه صفحه ششی وجود نداره چون عدد پنج نهایت کاره و صفحه پیج ایندکس شش دیگه است توتال پیج میزنه بالا شش کوچکتر از پنج خیر پس تموم میشه اون بالا هم به همین صورت تا موقعی که از یک بزرگتر باشد میتونید برگردید به صفحه قبل وقتی رسیدید به صفحه یک دیگه به صفحه صفر و منفی نمیتونید برگردید خب این دو مورد رو ما اومدیم اینجا پیاده سازی کردیم صفحه قبل و صفحه بعد رو هم اومدیم و پیاده سازی کردیم آخرین قسمت رو هم پیاده سازی بکنم برای این بخش یه متد عمومی دارم از نوع static. به عنوان همون مقدار پیجنیتید لیست گفتیم ورودی داره ورودیش رو هم مشخص میکنیم از نوع درسته میام فراخانش میکنم یک عنوان کرییت براش تعریف میکنم قرار ایجاد کنه صفحه بندی رو برای من ایجاد کنه مقدار ورودی لیست رو براش مشخص میکنم میگم یک لیست از نوع تی باید بهش ارسال بشه. اینجا اینجا درست، نامش رو مثلا اینجا سورس بذاریم. یه چیز ورودی دیگه این سورس. میام پایین و ادامه میدم. میگم یک مقدار اینتیجر دارم به نام پیج ایندکس. و یه مقدار اینتیجر دارم دوباره چیه؟ همون پیج سایت تا اینجا اوکی، مشکلی نداریم. میام اوکلاد رو باز و بسته میکنم. خب، میام شروع میکنم. میگم من یک متغیر کانتی دارم که از سورس باید بخونه من نمیدونم چه تعداد دیگه میگم کل ورودی ها رو بیا دریافت کن خب و بشمار میشماره من میفهمم توی لیستم چه تعداد ورودی دارم بعد میام یک آیتم تعریف میکنم این آیتمز برابر با مقدار سورس میشه هر تو لیسته این رو باید بشماره و به من لیست کنه برگردونه خب اما نمیخوام که به این صورت بخونه برگرده باید از ویژگی بالا استفاده کنم که توی مثال براتون گفتم اینجا بیام و این دوتا تابه رو استفاده کنم که متوجه بشم توی هر صفحه باید چه تعداد نمایش داده بشه و چه تعدادی نمایش داده نشه پس میام اینجا بعد از ثورف میگم که یک زحمتی بکش این رو اسکیپ کن و چه تعداد من نمیدونم باید با فرمول به دست بیارم فرمول به این صورت یه پرانتز باز و بسته داخلی تعریف میکنم میگم پیج ایندکس رو داری خب منهای یکی قبلی کن تا موقعی که منهای یک بکنیم سر جای خودش هست و حاصلی که به دست میاد رو ضرب داره پیج سایز کن بیا اینجا ضرب کن تعداد به دست میاد مشخص میشه که چه تعدادی رو باید رها بکنه خب حالا این تعداد رو رها کرد چه تعداد رو بگیره گرفتن تعداد موجودی به پیج سایز بستگی داره این هم از این قسمت ببینید خیلی ساده است سا. پیج ایندکس ابتدا چنده یک دیگه از صفحه یک شروع میکنی یک منهای یک میشه صفر پس صفر رو رها کن ضرب در پیج سایز میشه تعداد در صفحه چه تعدادی بگیر مثلا همون سه تا سه ضرب در صفر میشه صفر پس هیچی رو رها نکن ابتدا و بگیر سه تا را صفر سه مشخص شد بعدش باید بشه سه سه دیگه پیج ایندکس شد صفحه دوم دو من های یک میشه یک چه تعداد بگیر سه سه ضرب در یک میشه سه اینم که خودی ای سه و پس سه سه حاصل شد بعدش باید بشه چند باید بشه شش تا رها کن سه تا رو بگیر صفحه سوم سه یه منهایی یک میشه دو دو یه در سه میشه شش تا رها کن و سه تا رو بیا دریافت کن به همین ترتیب هر تعدادی که باشه این فرمول میاد محاسبه میکنه دریافت کردن و رها کردن رو مشخص میکنه به همین سادگی این فرمول برای ما میاد این کار رو انجام میده خب من میام در نهایت کار میگم خروجی بده به من بیا یک خروجی برام حاصل کن به صورت نیو چی دارم خروجی باید از نوع این کلاس باشه پرانتز رو باز و بسته میکنم میگه چی داشته باش آیتمز آیتمز خود آیتمه من بهش میدم و کانت هم خود کانت پیج ایندکس هم خود پیج ایندکس پیج سایز هم همون پیج سایزه چون نام ها رو یکسان گرفته ببینید این نام ها همگی که این بالا تعریف شدن با این نام های پایین یکسان بود فقط من اون سورس رو گذاشتم که سورس همون حالت آیتمز میشه که اینجا دارم ارسال میکنم خب این فرمول آماده است کل این مراحل رو نوشتیم که برسیم به این تابه create من میتونم از این تابه بیام استفاده بکنم در سمت های سرورم هر جا که نیاز بیام و اون لیست هام رو صفحه بندی بکنم من این رو ذخیره میکنم میبندمش و میرم سراغ کنترلر مثلا همین هوم کنترلرز رو باز میکنم فرض کنید این صفحه ایندکس هست خب در این صفحه ایندکس ما یک لیست باید ارسال بکنیم و این لیست رو بیایم صفحه بندیش کنیم دستی نه و با استفاده از همین فرمولی که الان اومدیم پیاده ساز کردیم من اول برم داخل مادرز یک کلاس ایجاد کنم که بتونم از داده هاش استفاده بکنم یه قسمتی داریم حالا هر عنوانی میخواد بگذارم مثلا من اینجا میذارم کلاس تست او داخل این کلاس تست این رو میگیرم از نوع استاتیک و میگم این کلاس مقادیری به عنوان ورودی داشته باشه البته بذارید این رو ابتدا به صورت پراپر تعریف بکنم استاتیک نگیره مثلا میگم پابلیک از نوع یک مقدار اینتیجر به نام آیدی داریم و یه مقدار به عنوان استرینگ نیم داشته باشیم همین دوتا مورد کافی مونه من میتونم مثلا از نوع اینتیجر سن هم داشته باشیم ایج. خب این سه مورد ذخیره میکنم میام و یک کلاس دیگه اینجا تعریف میکنم اد میکنم یک کلاس دیگه مثلا کلاس یوزر باشه خب یوزر رو من میسازمش این کلاس استاتیک باشه و میام این پای. میام میگم که یک متغیر استاتیک من اینجا داشته باشم از نوع ار اینومرابل و خب میخوام لیست بسازم ورودیم تسته این کلاس تستی که الان با هم دیگه ساختیم یه نام بهش میدم مثلا get test میگم مساویه نیو میکنم حالت لیست میسازم آرایه نمیخوام لیست میسازم یک لیستی ساخته میشه از تستی که من دارم کلاس تستی که ایجاد داد پرانتز باز و بسته و نهایتاً میم سراغ آکولادش. میم داخلش من میخوام مقدار بدم کلاس تست رو باید فراخانش بکنم این کلاس که فراخانی بشه به این صورت مثلا آیدی نیم و سن میخواد میام و البته بذاریم پرانتزش رو باز کنم که هر تعداد خواستم بتونم بگذارم آیدی مثلا یه که نام داشته باشه مثلا فرا دست و سن داره دیگه اینجا من میام سن رو هم عدد از نوع اینتیجر مثلا ده میگیرم اوکی؟ این سه پارامتر اومد و ادامه میدم حالا همین مورد دوباره تکرار میشه یعنی من کافیه که بیام این رو کپی بگیرم و اینجا اضافه کنم این میشه آیدی دو این هم مثلا بشه یازده به همین تر حالا این دوتا رو با هم کپی میکنم که تعدادش هی بره بالا ببینید من تعداد رو میبرم بالا که میخوام صفحه بندی بکنم کارم راحت باشه خب این میشه سه چهار پنج شش میخوام تکراری نباشه هفت هشت نه ده یازده و دوازده سنشون هم مهم نیست اینجا مثلا 20 داریم سی داریم چهل داریم هفتاد داریم پنجا و یک 60. به همین صورت بیست و سی و یک چهل و یک حالا به این صورت اوکی این هم مثلا ده ذخیره خب این لیست رو من ساختم میام انتهاش رو میبندم الان میتونم از این لیست بیام استفاده کنم میام این پایین یک مقدار میزنم از نوع عمومی و استاتیک میگم خروجی دارم خروجی من از همون اینومرابلی که خودش معرفی کرد بهش میگم از تست میخوام کمک بگیرم یک نام هم بهش میدم get test حالا مثلا به جای all میگم همش رو بخون خب پرانتز رو باز و بسته میکنم پرانتز که باز و بسته بشه دیگه این دستور فایده نداره پاکش میکنم و جایگزین میکنم میگم که بیا اینجا خروجی بده برگردون چیا رو برگردونه توی این قسمت لیست get تستی که اون بالا دارم فقط یه زحمتی بکش این رو مرتب سازیش کن بستم شو اینجا نباید ببندم میگم بیا این رو مرتب سازی بکن بر اساس مثلا آیدی بیا این رو مرتب چون آیدی هم. یا سن میتونیم داشته شون چون فرادرس ها که همه یکسانه خب این لیست خروجی من میشه برمیگردم توی هوم کنترلر اینجا توی ایندکس یه زحمتی میکشم میگم که بیا یک حلقه ایجاد بکن و مقادی رو بخو البته حالا حلقه هم چون خودش لیست داره برمیگردونه مشکلی نداره ما میتونیم کلا لیست بگیریم این رو یعنی من بیام اینجا یه متغیر تعریف بکنم به عنوان تست مساوی با مقدار تستی که اونجا داشتیم حالا نیو نمیکنم مستقیما تست رو میام صدا میزنم میگم اون تستی که من ساختم رو بیا اینجا فراخانی بکن